سر خط خبرها. مرگ 15 نفر دیگر بر اثر ویروس کرونا در ایران. سفرهای نوروزی محدود شد. نگرانی از تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد جهان. بانک جهانی 12 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. نتیجه رقابت نامزدهای حزب دموکرات آمریکا بعد از سه‌شنبه بزرگ. ورق به نفع جو بایدن برگشت، از جمله اینجا در کارولینای شمالی. این میتواند آغاز رقابتی شانه به شانه با برنی سندرز باشد. و حمله نیروهای آمریکایی به طالبان تنها چند روز بعد از توافق صلح. واشنگتن میگوید هدف دفاع از سربازان افغان بوده. سلام، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. 14 اسفند، 4 مارس. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. بانک جهانی 12 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا جلوی انتشار ویروس کرونا را بگیرند. این در حالی است که هشدار داده شده شیوع این ویروس ممکن است اقتصاد کشورها را به رکود بکشاند. شمار مبتلایان در جهان از زمان شروع انتشار ویروس به بیش از 94 هزار نفر رسیده که بیش از نیمی از آنها بهبود یافتند. در ایران طبق آمار رسمی در 24 ساعت گذشته نزدیک به 600 مبتلای جدید شناسایی شدند و 15 نفر دیگر جان باختند. علی همدانی گزارش می‌دهد. گزارش تلویزیون ایران از یک جشن خیابانی دیشب به مناسبت ماه رجب در آستانه سالگرد تولد امام اول شیعیان. تجمع خیابانی در اوج بحران شیوع کرونا در ایران و جهان. نصف جهان اصفهان در ایران گفته امسال مسافر نوروزی نمیخواهد. استاندار گیلان هم از مردم خواسته به این استان سفر نکنند. وزارت بهداشت ایران هم دست به دامن وزارت کشور شده تا کاری بکنند که مردم در روزهای نوروز سفر نکنند. خسته که نشدیم؟ نه، کی خسته است؟ دشمن. خبررسانی صدا و سیما با احتیاط و لحنی خوشبین، در حالی که از حدود 6000 نفری که تا صبح امروز در ایران آزمایش شدند، نیمی از آنها به کرونا مبتلا هستند. تلویزیون ایران همینطور با انتشار این تصاویر از حضور 300 هزار اکیپ بهداشتی در سراسر ایران خبر داده. در حالی که پیشتر اعلام شده بود ممکن است این اکیپ ها منزل به منزل سراغ مردم بروند، وزیر بهداشت امروز حرفش را پس گرفته و گفته وظیفه این کارشناسان حضور در اماکن عمومی است. همزمان خبرگزاری دولتی ایران به نقل از علیرضا جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله وابسته به سپاه پاسداران خبر داده که این دانشگاه موفق به کشف داروی گیاهی ضد کرونا شده. اماکن عمومی روز به روز خالی تر از دیروز. این تصاویر از مشهد به دست بی بی سی فارسی رسیده. کوچه ها تاریک، دکان ها بسته. مرزهای ایران با اکثر کشورهای همسایه همچنان بسته است. ارمنستان هم اعلام کرده بسته بودن مرزش با ایران را 3 هفته دیگر تمدید می‌کند. این بیماری یک بیماری فراگیر هست، تقریبا همه استانهای ما رو دامنه‌اش فرا گرفته و به یک رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز هیئت دولت این بیماری را نه مشکل ایران که پدیده جهانی خواند. او همینطور از رادیو تلویزیون خواسته در راستای شادی و سرگرمی مردم کاری بکنند. نگرانی از شیوع کرونا از شرق تا غرب جهان را به خود مشغول کرده. ایتالیا در مرکز توجه‌ها در اروپا. شیوع ویروس در شمال این کشور همچنان ادامه دارد. تعداد جان باختگان به 79 نفر رسیده. بالاترین رقم بعد از ایران. بر اساس گزارش ها یک مقام دفاعی در اتحادیه اروپا هم به کرونا مبتلا شده. بحران ماسک و ژل های ضد عفونی در سراسر جهان همگیر شده. در فرانسه 15000 ماسک دزدیده شده و آلمان صادرات ماسک و ژل های ضد عفونی را متوقف کرده. بریتانیا نگران از همگیری بیماری که میتواند در بدترین حالت ممکن بیش از 80% جمعیت این کشور را مبتلا کند. شمار مبتلایان حالا 53 نفر است. هندوستان نگران شیوع گسترده بیماری در میان جمعیت میلیاردی اش. 17 مورد ابتلای تازه از جمله توریست های ایتالیایی. شمار مبتلایان حالا 28 نفر است و بیش از 60 هزار نفر تست شدند. افغانستان اعلام کرده که مدارس هرات دیرتر باز خواهند شد. علی همدانی بی بی سی.
ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. آقای ادیب‌زاده، اگر میشه اول از تدابیر مقابله با ویروس کرونا در فرانسه برامون بگین و پاریس که شما هستین، چه اقداماتی داره انجام میشه؟ درود بر شما. اقدامات الان میدونید که این شیوع بیماری کرونا در فرانسه، آلمان، همچنین اسپانیا در مرحله 2، یعنی اگر به مرحله 3 برسه اقدامات خیلی شدید میشه. بنابراین خیلی از بیمارستان ها رو، جاهایی که به ویژه آلوده هست در مناطق شمالی فرانسه، اونها رو اختصاص دادن به بیماران که میان. الان یک عده مثلا در ساوا اونا اومدن و آلوده به ویروس بودن. 11 نفر اونها از یک سفر مطالعاتی از مصر برگشتن. بنابراین الان مسئله ماسک برای فرانسوی ها زیاد مسئله مهمی نیست، چون من همین امروز در خیابان‌های مرکزی که قدم می‌زدم خیلی جاها اصلا مردم ماسک ندارن، به خاطر اینکه اونها اعتماد دارن به اون چیزی که در خبرها گفته میشه و دولت به اونها میگه. دیروز آقای ایمانوئل ماکرون گفتش که ما به هر حال همه تدابیر رو انجام دادیم و منتظریم واقعا که این واقعه رو بتونیم این با زور این میکروب رو به عقب برونیم. البته 100 تا مدرسه در منطقه شمالی تعطیل شدن، خیلی از مسابقات ورزشی از جمله نیمه ماراتن پاریس که نزدیک به 44,000 نفر شرکت کردن تعطیل شدن، 3 تا کنسرت در برسی تعطیل شده که همین هفته قرار بود انجام بشه، موزه لوور روز یکشنبه درهاشو به روی بازدید کنندگان بست ولی از امروز چهارشنبه دوباره باز کرد. میدونید این موزه هر روز نزدیک به 40,000 تا 45,000 تماشاگر داره و از نقاط مختلف دنیا هم میان. و به این جهت وزیر ورزش اعلام کرده که مسابقاتی که بالای 5,000 نفر باشه اونها رو لغو بکنه. یا الان مسابقات برگشت لیگ قهرمانان بین دورتموند و پاریس سن ژرمن مطرحی که میگن در پشت درهای بسته باید برگزار بشه، اما مسئولان این باشگاه کاملا مقاومت میکنن چون به تماشاگرانشون خیلی متکی هستن، اما گفتن تعداد تماشاگران کم میشه. به هر حال من فکر میکنم که اقداماتی که شده الان یه مقدار داروخانه ها و مراکز بهداشتی قیمت ماسک و ژل‌های بهداشتی رو بالا برده بودن، اما بلافاصله تصمیم گرفته شد که هر کس با نسخه پزشک عمومیش بره به داروخانه 5 تا ماسک و مقادیر زیادی داروهای ضد عفونی دریافت میکنه به طور مجانی، البته برای بیمه های اجتماعی. کلن اینا منتظرن که الان میدونید که 212 تا مورد در فرانسه دیده شده و 4 تا جان باختن که آخرین اونها یه مرد 92 ساله بوده و در یکی از روستاهای شمال همین فرانسه زندگی میکرده. الان پیشبینی ها در اینه که اگر در ضمن این هفته ها و ماه های آینده این مرحله 2 به مرحله 3 برسه، اون موقع تشدید میشه، اون موقع ماسک بیشتر داده میشه. الان 15 میلیون ماسک در اختیار داروخانه ها و مراکز بهداشتی گذاشتن. متشکرم آقای ادیب‌زاده. متاسفانه وقت ما به پایان رسید. خیلی ممنونم از توضیحات شما ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. نتایج اولیه انتخابات سه‌شنبه بزرگ در آمریکا نشان می‌دهد که جو بایدن، معاون اول باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، توانسته جایگاه خود را در این انتخابات تثبیت کند. دیروز مردم آمریکا در 14 ایالت پای صندوق‌های رأی رفتند تا نامزد محبوبشان از حزب دموکرات را برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی انتخاب کنند. از میان 5 نامزد، جو بایدن و برنی سنترز پیشتازند و به نظر می‌رسد که عملاً رقابت درون حزبی دموکرات‌ها حالا بین این دو نفر باشد. همکارم از واشنگتن سام فرزانه گزارش می‌دهد. سه‌شنبه بزرگ دموکرات‌ها به محدود شدن میدان رقابت برای کسب نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری منجر شد. 5 نفر در 14 ایالت رقابت کردند و حاصل رقابتشان درخشش این دو نفر بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، و سناتور برنی سندرز. هلو 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 هلو
آقای بایدن توانست با پیروزی در اکثر ایالت‌ها شب بزرگی برای خود رقم بزند. او حالا بیش از قبل خود را رقیب دونالد ترامپ می‌داند. ترامپ بر آتش نفرت دمید و بین ما تفرقه انداخت. آنطور که او درباره آدم‌ها صحبت می‌کند و به آنها توهین می‌کند، نشان می‌دهد که هیچ حس همدردی و دلسوزی ندارد. به ارزش‌های این کشور هیچ احترامی نمی‌گذارد. او صداقت، نزاکت و احترام را نشانه از ضعف می‌داند. هیچ اعتمادی ندارد که ما چراغ راهنمای دنیا هستیم و بخشی از یک کل بزرگتر. پیروزی چند روز پیش در انتخابات ایالت کارولینای جنوبی جان تازه‌ای به کارزار آقای بایدن داد. سه نفر از رقبای سابقش از او حمایت کردند و از هوادارانشان هم خواستند که به آقای بایدن رأی دهند. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Bernie Sanders. سناتور ساندرز گرچه در تعداد کمتری ایالت پیروز شده، اما در مجموع امتیازها به نظر می‌رسد که در رقابتی تنگاتنگ با آقای بایدن است. رقابتی که او رقابت حاشیه‌رانده‌ها و متنفس‌ها می‌خواند. ما فقط دنبال نفوذ سرمایه‌داران بزرگ نیستیم. ما دنبال قطع نفوذ بزرگان حزبی هم هستیم. ما میبریم. برای اینکه مردم میدونن این کارزار و جنبش ماست که بهتر از بقیه میتونه ترامپ رو شکست بده. آقای ساندرز امیدوار بود با پیروزی چشمگیر در سه‌شنبه بزرگ بتواند فاصله خود با رقبا را بیشتر کند. رقابت اینجا بر سر کسب 1991 امتیاز از انتخابات مقدماتی در ایالت‌های مختلف است تا آن فرد نامزد حزب دموکرات در انتخابات شود، حزبی که برای شکست دونالد ترامپ دو راه پیش رو دارد: راه سناتور ساندرز با سیاست‌های چپگرایانه یا راه جو بایدن و سیاست‌های میانه رو. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. هادی نیلی همکارم از کارولینای شمالی با ماست. هادی، آقای جو بایدن تا دیروز در حاشیه بود، چه شد که در سه‌شنبه بزرگ اینقدر موفق عمل کرد؟ همینطوره، در واقع بیشترین برآوردها و خوشبینانه ترین برآوردها هم تصور نمی‌کرد چنین پیروزی به دست بیاره. در واقع این نتایج جو بایدن رو به رینگ مسابقه برگردوند، در حالی که برنی ساندرز امیدوار بود که این انتخابات روز گذشته نتایجش ضربه فنی آخری باشه که او میزنه و فاصلهش رو اونقدر زیاد میکنه که دیگه کسی به گرد پاش نرسه. ولی ورق برگشت، جو بایدن الان وضع بهتری داره از آقای ساندرز. او هم از تعداد ایالت‌ها و هم تعداد امتیازهایی که برد جلو افتاده. دوگانه برنی ساندرز و جو بایدن دوگانه غیر حزبی و حزبیه، یکی از کاملترین دوگانه هاست شاید بشه گفت داوطلبان دموکرات، از این بابت که جو بایدن یک چهره کاملا قدیمی حزب، چهره جا افتاده. خودش میگه که اصلا آدم حزب منم اگر قرار باشه به یک دموکرات رای بدید. از اون طرف برنی ساندرز که هیچ موقع از طرف حزب دموکرات به کنگره نرفته، همیشه مستقل بوده و او خودش تاکید داره که مستقل و خودش تاکید داره که غیر حزبیه. به خود حزب دموکرات هم انتقاد میکنه، بارها انتقاد کرده. به نوعی این دوگانه ای که در هفته های آینده خواهیم دید تجسم دوگانه حزبی و غیر حزبی است. آقای ترامپ تا حالا واکنشی نشون داده؟ چه بوده واکنش دونالد ترامپ؟ در هفته های اخیر مرتب سعی کرده برای این تاکید بکنه که به زعم خودش و همونطور که البته برنی ساندرز هم میگه، آقای ساندرز محبوب بدنه حزب، محبوب سران حزب و کسانی که در حزب قدرت دارن در حزب دموکرات نیست و تلاش میکنن جلوی او رو بگیرن. این رو خود برنی ساندرز هم میگه. الان به نظر میرسه که دونالد ترامپ روی همین داره پافشاری میکنه که بخواد در واقع رای دهندگان دموکرات رو، شاید به فکر خودش رای دهندگان به برنی ساندرز رو دل سرد بکنه از اینکه در انتخابات به نامزد نهایی حزب بجز برنی ساندرز رای بدن. در این حال در هفته های آینده با روشن‌تر شدن تکلیف کسی که پیشتاز رقابت های دموکرات ها هست،
تمرکز جمهوری خواهان برای حمله های تخریبی برای تبلیغات منفی علیه این فرد هم بیشتر میشه. البته روز گذشته دو چهره دیگه هم زیر نظر بودن، از جمله الیزابت وارن و مایکل بلومبرگ که هر دو ضعیف ظاهر شدن. متشکرم ازت هادی نیلی همکارم که برای پوشش انتخابات به کارولینای شمالی سفر کرد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ایران در 24 ساعت گذشته 15 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی شمار کل مبتلایان به حدود 3000 نفر رسیده. در آمریکا در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها موسوم به سه‌شنبه بزرگ جو بایدن و برنی ساندرز پیش دازند. تداوم این برنامه. ابهام درباره رأی‌گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال ایران. چهار روز بعد از امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی اعلام کردند که در ولایت هلمند در جنوب افغانستان به جنگجویان طالبان حمله کردند. سخنگوی نیروهای آمریکایی و ناتو گفتند که حمله هوایی امروز دفاعی بوده و با هدف مختل کردن حمله طالبان به پاسگاه‌های نیروهای افغان صورت گرفته. او گفته که طالبان طی شبانه روز گذشته 43 بار به نیروهای امنیتی افغانستان حمله کردند. احمد باقری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای باقری خوش آمدید به برنامه. آیا این حمله آمریکا به معنای نقض پیمان صلح آمریکا و طالبانه؟ تشکر شما. با سلام خدمت بینندگان عزیز. نه، حملات نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا نقض موافقتنامه این نیست که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شده. به دلیل اینکه اگر دقت کرده باشی موافقتنامه به صراحت در اونجا آمده که 4 محور داره، یعنی 4 بخش داره، ولی هر 4 بخش مرتبط به هم دیگه است. یعنی در واقع اگر طالبان هم از خشونت دست نکشند، به سمت مذاکره نروند و آتش بس را قبول نکنند، در حقیقت خروج نیروهای آمریکایی و یا حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و نظامی افغانستان از نظر قانونی مشکلی نداره. شما توجه دارین که در قالب اعلامیه مشترکی که در کابل صادر شد تاکید شد بر این که همچنان نیروهای آمریکایی و ناتو به تعهداتی که در قالب پیمان امنیتی قبلا داشتن با هم دیگه همچنان وفادار هستن و همچنان تا زمانی که به هر حال مقررات موافقتنامه جدید تطبیق نشده به تعهدات قبلی ادامه خواهد داد. این مذاکرات بین الافغانی خب قرار بود آغاز بشه ولی به تعویق افتاده به خاطر مشکلاتی که بوده درباره اینکه در واقع دولت افغانستان قبول نکرده که زندانیان طالبان رو بخواد آزاد کنه و طالبان هم همینطور. آیا راه حلی دیده میشه در آینده؟ خب متاسفانه طالبان با توجه به اینکه امتیازات بیشتری برش داده شد برای امضای توافقنامه، از یک موقعیت بالاتر فعلا به قضیه نگاه میکنه. آزادی زندانیان به اساس متن خود موافقتنامه باید به اساس صحبت با طرف افغانستان آزاد میشد. دولت افغانستان ادعا نمیکنه که زندانیان را آزاد نمیکنه، باید در قالب گفتگوی با دولت افغانستان که به اساس نص خود توافقنامه هم هست. و بعد علاوه بر ازید طالبان هنوز هم ادعا داره که ما دولت کابل را به رسمیت نمیشناسیم، ما من حیث دولت با اداره کابل در میز مذاکره نمیریم، ما با طرف های دیگه که دولت افغانستان هم جز از او باشه. این مشکلات به هر حال وجود داره به دلیل اینه که امتیازات زیادی متاسفانه در امضای موافقتنامه به طرف طالبان داده شد، ولی من فکر میکنم راه حل همچنان وجود داره به دلیل اینکه به هر حال هر 4 بخش موافقتنامه با هم دیگه مرتبطه، نمیتونه که 2 بخش از این اجرا شه و دو بخش از این اصلا مورد توجه قرار نگیره. اما با توجه به اینکه ضمانت اجرای حقوقی مشخصی برای موافقتنامه پیش بینی نشده، من فکر میکنم همچنان ضمانت اجرای سیاسی خواهد بود، یعنی همچنان ضرورت به پادرمیانی ایالات متحده آمریکا و در واقع میانجیگری به یک شکلی وجود داره. چون توجه دارین که بر اساس موافقتنامه‌ای هم که امضا شده همچنان نماینده ایالات متحده آمریکا در واقع پروسه گفتگوها را تسهیل خواهد کرد، یعنی در واقع بستگی داره به لابی‌گری‌های بعدی. متشکرم از شما احمد باقری تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ما. متشکرم.
فدراسیون فوتبال ایران خبر لغو انتخابات فدراسیون فوتبال را تکذیب کرده. امروز صبح روزنامه شهروند از قول حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون نوشته بود که انتخابات در تاریخ 25 اسفند برگزار نمی شود. چند ساعت بعد وبسایت فدراسیون فوتبال گفت اصلا چنین گفتگویی صورت نگرفته. همکارم پوریا ژافره اینجا در استودیو با من. پوریا، این انتخابات بالاخره قرار برگزار بشه یا نه؟ خیلی پیچیده شده موضوع. ما هم واقعا گیج شدیم. اعصابم چند تا توییت مختلف رو داشتیم بر اساس اون اطلاعاتی که به دست ما رسیده. اگر که این تصاویری که آماده کردیم نشون بدن، مردم هم میتونن ببینن که صبح روزنامه شهروند مصاحبه رو انجام داده با دلایل مختلف، از جمله اشکال گرفتن فیفا و همینطور ویروس کرونا صحبت شده که این مصاحبه در این مصاحبه حیدر بهاروند گفته که انتخابات امکان نداره که روز 25 برگزار بشه و بعدش هم میبینیم که در فدراسیون به فاصله چند ساعت بعد میاد و میگه که انتخابات برگزار میشه. انگار که یک فشاری از بیرون وجود داره که داره کنترل میکنه مسائل رو. در هر صورت ساختار فعلی فدراسیون 12-13 ساله که به این صورت هست و بعیدم نیستش که بخوان جلوی تغییر مقاومت بکنن. مسئله برگزاری این انتخابات چیه؟ چه مشکلی جاری شده؟ چندین مسئله وجود داره. بیشتر از همه خود اساسنامه است و خود ذات انتخابات. یکی از مشکلات اساسی حضور ابراهیم شکوری در پست سرپرست دبیر کلی هست که خودش برگزار کننده انتخابات هم هست، که این رو چه با قانون فیفا چه با قانون هر جای دیگه بخواید در نظر بگیری دچار مشکل میکنه و میگن که فیفا به ما گفته که میتونید اساسنامه رو بعد از انتخابات عوض بکنید. اگه که واقعا همچین مسئله هست، اگه که فدراسیون بیاد چنین نامه‌ای رو منتشر بکنه، علنی بکنه و همه ببینن، همه ابهامات برطرف میشه در اون حالت. حالا آیا طرفداران فوتبال باید نگران وضعیت تیم ملی ایران باشن؟ نباید باشن، چون یه اتفاق دیگه در کنار همه این مسئله افتاده که تو تمام خبرام هست و اون ویروس کرونا است. به خاطر ویروس کرونا تمام مسابقات باشگاهی و همینطور مسابقات ملی عقب افتاده. بنابراین فدراسیون فوتبال الان وقت مناسبی داره که بخواد خودشو از نظر اداری اصلاح بکنه. اون چیزی که درون زمین فوتبال اتفاق میفته فرصت هستش. مسابقاتی که قرار بود در فروردین ماه برگزار بشن به احتمال زیاد میرن به آخر تابستون فکر کنم. ممنونم از پوریا ژافره، توضیح میداد. متشکرم. در ایران تا به حال صدها برنامه اعتراف تلویزیونی از زندانیان سیاسی و امنیتی قبل از اثبات جرم آنها پخش شده. تابستان امسال بی بی سی داستان بیگناهی متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای را برملا کرد. حالا این سوال مطرح است که چه کسی آن دانشمندان را ترور کرده؟ همکارم ژیار گل در این باره مستندی ساخته که امشب بعد از برنامه 60 دقیقه میتونید اون مستند رو ببینید. بخشی از این مستند الان آماده است، با هم ببینید. شامگاه آبان ماه امسال، مسعود مولوی به همراه دوستش در یکی از خیابان‌های استانبول قدم می‌زند. فردی ناشناس ناگهان او را به گلوله می‌بندد. این تصاویر آن لحظه است. از وقتی که مسعود مولوی کشته می‌شود، فعالیت کانال جعبه سیاه هم متوقف می‌شود. بابک و همسرش می‌گویند مسعود مولوی را به خوبی بیاد می‌آورند. این آقای بازجوی ایرانی گفتش که من همونی هم که برادر تو داغون کردم. این آقا مسعود مولوی بود. خانم من دختری یکی از افسرهای عالی رتبه سوریه‌ایه و خیلی راحت اینو دیده بود بدون چشم‌بند هیچی. صدای مولوی رو که برای من فرستادن من گوش کردم، من اصلا تمام موهای بدنم سیخ شد. یعنی دقیقا همون لحظاتی که این داد میزد سر منو، گفتش که من زنتون میارم جلوت میدم عربا بهش تجاوز کنم بچت بیفته و فلان بشه. احمدی روشن بود. امروز کاملا مشخص شده که متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای بیگناهند. پس چه کسی میتواند پشت این ترورها باشد؟ پیش از کشته شدن، مسعود مولوی در پیامی به مازیار مدعی می شود تیمی از داخل وزارت اطلاعات ایران پشت ترور دانشمندان هسته‌ای بودند. اثبات صحت گفته‌های او مشکل است. مشخص نیست او خواسته از همکاران پیشین خود انتقام بگیرد یا احتمالاً اسنادی داشته که می تواند این موضوع را ثابت کند. اگه اینا نبودن کیا بودن؟ دستگاه امنیتی ما فریب خورده. حالا این فریبه، باز این شاهده است که این فریب هم همون کسایی دادن که این ترور رو کردن.
نماینده رهبر در وزارت اطلاعات که آقای آخوندی بود اومد به لطف شما آقای امام زمان یک توطئه دولتی کشف خونسار شد همکارم ژیار گل که این مستند رو ساخته الان اینجاست. ژیار، بخشی از مستند رو دیدیم، چه جزئیات بیشتری داری بگی؟ ببین یه اشاره‌ای بکنم به مسعود مولوی. مسعود مولوی یکی از عوامل اطلاعاتی بود که 2 سال پیش ایران رو ترک کرد و به ترکیه رفت و بعد از اینکه 6 ماه پیش اون گزارش ما از مازیار ابراهیمی متهم ترور دانشمند اتمی و خیلی از افراد دیگه هم که متهم شده بودن بیگناه تشخیص داده شدن با مازیار تماس میگیره و پیام‌هایی به مازیار میده، اینجا کاملا مشخص نبود و ظاهرا یک کانال تلگرامی داشته به اسم جعبه سیاه و از طریق اون کانال با مازیار در ارتباط بوده و مدعی بوده که یک تیمی از داخل وزارت اطلاعات این دانشمندان رو ترور کردن. البته مشخصه که می‌خواسته از همکاران قبلیش انتقام بگیره یا مدارکی داشته، اما چیزی که عجیبه مسعود مولوی 3 ماه قبل در استانبول خودش ترور شد. هنوز مشخص نیست انگیزه این قتل چی بوده. ترکیه، مقامات ترکیه هیچ اطلاعاتی در این مورد ندادن. هنوز هم معلوم نیست چه کسی اون رو کشته، اما خب انگشت اتهام به طرف دستگاه‌های امنیتی ایرانه. اما این مستندی که قرار امشب بعد از برنامه 60 دقیقه پخش بشه بیشتر درباره خانواده مازیار ابراهیمی تا خودش، چون که ما درباره این افرادی که متهم شده بودن شنیدیم، اما واقعیت این بود خیلی از اعضای خانواده این افراد هم گرفتار شدن. مثلا مازیار ابراهیمی برادرش که اینجا ما در این بخشی از فیلم دیدیم در سوریه گریمور بوده، اونجا ازدواج کرده، زندگی میکرده. به خاطر مازیار ایشون رو تو سوریه دستگیر میکنن و تحویل حزب الله در لبنان میدن برای شکنجه، بعد به ایران بازگردانده میشه. داماد مازیار حسین که یک مهندس عمران بوده، مدیر توسعه مس سرچشمه بوده، کارگاه مس سرچشمه بوده، اون رو میگیرن به عنوان پشتیبانی از تیم ترور. یعنی یک سناریویی داشتن، تمام اعضای خانواده مازیار رو آوردن و این تنها نبوده، خانواده‌اش، پدر و مادرش سکته میکنن و خواهرش بار همه این مسئولیت رو به دوش میکشه و مزاحمت های تلفنی زیادی برای خواهرش، تهدید کردنش که بچهش رو ازش جدا میکنن. و امشب اگه فیلم رو نگاه بکنید قطعا یک زاویه دیگه از مشکلاتی که برای خانواده ها پیش اومده رو نشون میده. ممنونم از ژیار گل. مستند ژیار رو امشب از دست ندید. بعد از 60 دقیقه امشب در واقع به وقت لندن میشه ساعت 7:30 پخش میشه. اسم مستند؟ اسم مستند هست برای حفظ آبروی نظام اعترافات اجباری. متشکرم ازت. خیلی ممنونم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.